درود بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید بچه ها. امروز اومدیم به ترک ای ایران از توهی فیت با زیرتونی و کید ریاکشن بریم. من بالاخره اومدم بعد از فکر کنم 3 تا ویدیو که گرفت کیمیا تنهایی، یه خورده تمام اومده پایین، اومدم گفتم یکی این ترک حساسه رو باید باشم حتما، چون بالاخره اون فیت یه نسل یکی با نسل 4 صورت گرفت و جالبه چون آخرین باری که منتظر همچین کاری بودیم یه دفعه ای همه چیز ولی الان با یه نسل 4 خفن هم فیت داریم. اوبنتو زده مثل این که کارو خب فیت داریم، ما نداریم، توی داره. آره پراد بای اوبنتو و کارو اوبنتو هم خیلی باحال در میان معمولا. ای ایران، من یاد اون سرود معروف قبل از انقلاب فکر کنم سرود ملی ایران همون بوده اصلا نمیدونم، ولی خیلی معروفه. اونو آقا جون همیشه برام میخونه. بریم که داشته باشیم. قبل اینکه شروع کنیم بچه‌ها یادتون نره لایک رو بکوبین حتما و ساب کنین اگر نکردید، بپیوندید به ما و بریم که داشته باشیم. تلگرام داری بچه‌ها؟ تلگرام میذارم تو دیسکریپشن، حتما چکش کنید. اون اول کاره. yes. بریم داشته باشیم. نمیسم ببینید چقدر حماسیه، چیه سرود جدیده که دارم میخوام. من همیشه این واسه هم سوال بود، 40 سال این سال این سرود که الان شنیدیم یه سرودی بود، یه سرود دیگه هم هست که میگه سر زد از افق. خب همین این آخه سروده. ما تو مدرسه یه وقت اینو میخوایم وقت اینو فهمی کنم دوتا سرود داریم، در ساعتی که اون یکی که هی میگه امام امام سرود جدیده است. آره دیگه، و چقدر مزخرفه. سرزن از افق اون سرود ملیه در واقع. خیلی مزخرفه. آره. خیلی مزخرفه. مثلا به عنوان کودک وقتی میخوندمش یه مش کلمه از دهنم میمد بیرون، اصلا روشون فکر نمیکنم چقدر... ولی بازم به نظرم از نظر آهنگین از نظر همه چی مزخرف بود، ولی این سرودو دوست داشتم. اصلا کلا ایرانیای خارج از ایران این سرودو میخونن. دقیقاً اصلا آخرت چی میگن؟ افتخورمند. آره دشمنو پی ناموس جون ما، امنیت نیست توی خونه ها، میجنگیم و جشن آزادی زیر نور ما، انقلاب 401 تو پوست خونه ما، دستای تک تکمون به هوا مشه از بشکه نفت میشن شکم و بشکه، آبا ندامه داره تا پیروزی حتی بشیم زیر ستم و کشته. تموم نمیشه آبا بارو با کشیدم داریم دوتا جون، نمیترسیم تانک و توفنگی سنگ و کوچیکترن از توخ بود، دانشجو دستگیر جوابشون افتیر، اعتراض و تخریب انقلاب و تغییر، آجاقا تسبیح و تکبیر و تمجید، اصلا میذاریم واسه وطن تهران دقیقا تر رو رفتیم دیگه. از اینجا به بعد اصلا حتی اگه بخوایم، من اینو قبلا توی ویدیو گفتم، حتی اگه بخوایم تلاشمون رو بکنیم و بخوایم هم نمیتونیم نرمال شیم. این مسیر شروع شده و تا به جواب برسه ادامه داره، اصلا راه دیگه ای نداره. اصلا میذاریم واسه وطن تر رو رفتیم، اتحاد سنگین، انتخاب تقویم، تاریخ و ما رقم میزنیم، 5 اشتباه کردیم، پول خوری به اسم الله وجودتون است. آقا یه چیزی میگم شاید آن پاپیولر اپینین باشه، ولی خب شما بگین حرفتون چیه، نظرتون چیه. به نظر شما دشمن واقعی ما این آخونده هن یا اون نسلی که 57 این اشتباهو کردن و هنوز ساکتن؟ قشن خاکستری رو بلش کن. این نسلی که الان بری ازشون بپرسی، ویدیوهاش هست که الان میرن ازشون میپرسن که شما 57 گفتن آره ما اشتباه کردیم، گفتن خب چرا الان نمیان تو خیابون؟ میکشن خیلی وحشیان میکشن و میذارن بچه ها و نوارشون برن جلو. شما نظرتون چیه؟ من از روزی که این ویدیو رو دیدم تو مغزم همین جوری مونده. چقدر بیسی که میزنه شب این ناقابله خود چیز. آره. بود آره دقیقا، یا همون 60 دقیقه. تاریخ و ما رقم میزنیم، 57 اشتباه کردیم، پول خوری به اسم الله وجودتون است بد داره، باز مرام مردم و عشق هست، شما سر پروندین اونو عمامه واسه آه مادر کیان. Yeah.
ماست و جون ما، امنیت نیست توی خونه ها، می جنگیم و جشن آزادی زیر نور ما، انقلاب چهار سال یک تو پوست خونه ما. ای ایران پاشو دخت زیر تونی وکی. در رابطه با تو یه وقتایی رپ داریم میشنویم، یه وقتایی سبک حالت روبه پاپ، چی اسمش نمیدونم، آرنبی نمیدونم، شاید آرنبی طور باشه نمیدونم دقیقا، ولی تو این یه جورایی انگار جفتش بود از اون سبک رپ تا اون سبک آره. حالا خود زیر تونی وکی نمیدونم چکار میکنم، شعرانه تر، شعرانه تر نمیدونم. ای ایران پاشو، دختر جینا رو زدن، کرد و ترک و لور و گیلک، متحدیم بار اومدن، جواب میدیم ظلم و بیشک، از ترس میزنه دور پلیس شم، تیم ملی ما مردمیم تو خیابون، ضرب آزادمون خورد تو تیرک، چارچوب نظام فاسد لرزید، میکنن قارت رو خاک غصبی، توی مسجد دستشون تسبیح، نمیگیریم خفه خون، نمیشیم تسلیم، این بار رو زدیم گوش زد، بودیم کل سال و خون زد ما. فرهنگمون نیکی دو روز نیست، قدمت داریم 2500 سال، دولت میگه لایک را فدین، ولی مخالف ها بازداشگاه وین، دیگه نمونده تو دانشگاه فدین، یعنی خار و مادر دورو هم. دولت میگه لایک را فدین، ولی اصلا کلن دین و ولشون، هر چیز میخوان بگن، یعنی زد و نقیز تو خونشونه، یعنی کلا با دروغ، یعنی آخوند این شکلیه دیگه، یعنی سفسطه جزئی از کارشه، یعنی دروغ سلاحشه. حتی توی کارتونه بود که دقیقا فکرم یادم نیست، پینوکیو اگه شما نکنم چی؟ که آخوند مکار و گربه نره توش بودن، چیز روباه مکار، روباه مکار، آخوند مکار مستقیم رفت سر اصل آخوند مکار. آخه اگه دقت کنی شکل آخونده لباس پوشونده بودنش اصلا خیلی، نه کلن سیسش آنها یاده دقیقا شکل آخونده بود، ولی کلن این مسئله چرا شبیه عکس اول، عکس اولی خامنه ایه، اون عکسه که توی قاسم کجایی بود دقیقا، گربه چیز روباه مکار دقیقا شبیه همونه. دولت میگه لایک را فدین، ولی مخالف ها بازداشگاه وین، دیگه نمونده تو دانشگاه فکری، تموم دوران با اجبار هری، خونه آریایی رگا میجوشه، مهم نیکی چجوری لباس میپوشه، ایرانی مادر بیدار و آزاده که فقط 44 ساله بیوشه. واو 44 ساله. چقدر این لاین رو دوست داشتم، چقدر قشنگ بود. ایرانی مادر بیدار و آزاده که فقط 44 ساله بیوشه، فقط 44 ساله بیوشه. این فقطه اینجا که اومد، یعنی قلب منو تکون داد. میدونی فقط 44 سال، ولی توی تاریخ ایران هیچی نیست، 2500 سال سابقه، فقط 44 ساله، هیچی نیستین. با یاد صحبت فریدون فرخزاد میفتم که میگفت مغولا برشون این فرهنگ غالب شده، شما کی هستی؟ شما کی باشین اصلا؟ اصلا نمیشه این همه سال کی چی نیست، ولی چون نسل ما توشه زیاد به نظر میرسه. آره دیگه، وقتی توش زندگی کنی یه عمر واسات. 44 ساله خونه ملت تو شیشه هست، ولی دیگه وقتشه کنار هم به جنگی و پیروزشی. انقلاب 401، زن زندگی آزادی، مرد میان آبادی، آزادی ایران، دشمن پی ناموس و جون ما، امنیت نیست توی خونه ها، می جنگیم و جشن آزادی زیر نور ما، انقلاب 401 تو پوست خونه ما. Stop executions in Iran. نه به دستگیری نه به اعدام. حالا باید خیلی باید صدا باشیم برای این بچه‌ای که رفتن شجاعانه وسط خیابون جنگیدن و الان گرفتار شدن، واقعا باید صدا اینو باشیم، یعنی ترسوترین عالم هم که باشیم میتونیم صدا اینو باشیم، چرا نباشیم. بچه اینترنتی از یه جایی به بعد جواب نداره، از یه جایی که مثلا شاید اونم اصلا معلوم نیست کاراشون واقعا، ولی اینی که طرف مثلا گمنام باشه خیلی راحت تره کار واسه شون، پدر و مادرهایی که نمیدونن اطلاعات پخش کنین، وکیلی که واسه بچه‌تون میارن میگن
نباید اطلاعات پخش کنین، اون وکیل از خودشونه، شما باید اطلاعات پخش کنین. اونایی که شانسی واسه آزادی داشتن کسایی بودن که صداشون زیاد بوده، مردم صداشون شدن. و این مسئله ساکت بودن تا روزی که حالا بخواد مثلا دختر بچه‌ای که جدیدن از توی کارون در آوردن بدنشو، پدر مادرش هیچ حرفی نزده بودن مثلا. میدونین صدا بعد صدا باشیم، فقط اینجاست که ولی مجازی دقیقا فقط در این حده که نتونن اون لحظه همون لحظه کارو یه سره کنن، از اون به بعدش دیگه دست خودمونه. نه به دستگیری نه به دام، میجنگیم و جشن آزادی زیر نور ما، انقلاب 401 تو پوست خون ما. کار خیلی باحالی بود، یعنی کاری که همزمان خیلی پر انرژی باشه و همزمان خیلی امید بخش، یعنی یه کاری که هم انرژیش های کنه هم همزمان یه همدردی هم داشته باشه. دقیقاً این حماسی بودنش هم مخصوصا به خاطر سمپل سرود خیلی خفنش کرده بود. ولی بچه ها در نهایت ما راهی به جز به اتمام رسوندن این راه نداریم، چون از همین الان دوباره اومدن وعده وعید دادن که اینترنت رو قطع میکنیم، اینترنت فضای مجازی به طور کامل قرار فیلتر بشه. خیلی هم واضح و خیلی رک دارن میگن ما با شما فرق میکنیم، ما داریم شما نخواهید داشت از این به بعد. این کوچیکترین مثالشه از مثال اینترنت. واقعا نمیدونین چقدر زیاده این تفاوتایی که ما با بقیه دنیا داریم، و انقدر زیادن که بعضی هاش انقدر واسه همون نرمالن که ما اصلا نمیدونیمشون، و واسه خارجی ها بهشون بگی قابل درک نیست، ترجمه نمیشه واسه شون، نمیفهمن چی داری میگی، واسه شون توضیح بدین مسائلو، انقدر که واسه اونا گمه و انقدر که واسه ما یه سه چیزه که واسه همون عادیه گمه واسمون که اصلا عادی نیست. میدونین خیلی یه سری چیزایی هستن که میدونیمشون خیلی واضحن، مثل حجاب فلان، یه سری چیزایی هستن که نمیدونیمشون، بهشون یه جور عادت کردیم بلن. اونا هم براجبشون صحبت بشه. زندگی تو ایران خیلی حرفه‌ایه، انگار میدونی انگار باید تو هر چیزی که میخوای کلا سرت نره، یا تو هر چیزی که هر کاری داشته باشی باید تو اون کاره باشی، یعنی نمیتونی به هیچ جوره نمیتونی به هیچ ارگانی نیست، هیچ منبعی نیست، هیچ جای قابل اعتمادی نیست، میدونی؟ تو باید عط اون کار این کاره باشی، میدونی؟ دقیقا. اصلا کلن زندگی مردم ایران کلن با بیرون خیلی فرق داره، دغدغه ها فرق داره، توی برای آدم یه آدم عادی کارگر دغدغش مثلا اینه که خب درس بخونه، یه کار پیدا کنه، پس انداز کنه، مثلا دارت عادی دارم میگم، مثلا خرج دانشگاه بچه‌شو جور کنه، از این چیزا. ولی برای ایران مثلا دغدغه اول اینه که خرج عروسی و خرج جهاز از کجا بیارم، میدونید؟ بعد از اینکه بتونه شکمشو سیر کنه اینا هست. ولی یا مثلا یه تلفنم اگه خراب شد چه گلی به سرم بگیرم؟ اگه همچین تلفنی مثلا خریدم یا همچین دیوایسی رو خریدم، به کی میتونم اعتماد کنم برای مثلا خدماتش؟ اصلا نمیشه. چیزای بعدی، چیزای ابتدایی، به ماشین هنوز گیره سایپا ایران خودرو این. آره ببین حالا اینا چیزای بازم تو لیستی که تو ذهن منه اینا خیلی بیسیکن، اینا چیزایی که میدونیم، چیزایی که نمیدونیم اصلا بهتون بگم پراتون میریزه، و شاید راجع بهش ویدیو جدا بسازم، نمیدونم، اگه دوست دارین بهم بگین توی کامنت ها. ولی اینا چیزایی که برای راجبشون صحبت بشه که عادت کنیم، که نه فقط این چیزای خیلی پایه‌ای و اساسی، بلکه این چیزای دیگه هم که بازم پایه‌ای و اساسی هم ولی یادمون رفتشون هم حق ما هن، و ما اصلا نمیدونیم چی هن ذاتن. همین بچه ها مراقب خودتون باشین، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، که اگه اینطور بوده حتما تون لایک رو بکوبید، اگر ساب نکردید سابسکرایب کنید، بپیوندید به ما، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو توی کامنت ها واسمون بنویسید. مراقب خودتون باشید بچه ها، و تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.